با سپاس از اتاق فرمان. جناب قوی دل درود بر شما. درود بر شما، درود بر شنوندگان شما در هر کجای جهان و در هر ساعتی از روز روزگار که هستن. میذارم شاد و خندان باشید و در کنار هم بتونیم به آموزه های فرهنگ پربارمون گوش بدیم و با هم دیگه گفتگو کنیم. با سپاس از شما، ما همیشه آرمان دارم که تندرست باشید و همیشه در برنامه عشا با من هموند و همکاری داشته باشیم. بله، برنامه امروز رو حتما دنباله شاهنامه خواهد بود. بفرمایید، ما به گوش هستیم. بله، ما آغاز میکنیم داستان زال رو و به زال و رودابه پی میگیریم و امیدواریم در چند برنامه پی در پی که میاییم به گونه‌ای باشه که بریدگی در داستان پیش نمیاد و همه دوستان میشنون. بعد آغاز میکنیم با داستان به دنیا آمدن زال. همواره یادمون باشه که در شاهنامه میگوید به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد، یعنی همواره با نام خرد و خدایوند به خداوند جان و خرد آغاز میشود و همواره میگوید که سخن از خرد برتر هم هیچ نیست و این بالاترین خرده و در دنباله میگوید تو این را دروغ و فسانه مخوان، به یک سان روش یا به یک سان روش نزمانه مخوان، هر آنش که اندر خورد آب خورد بگرد ره رمز معنی برد. یعنی در آغاز شاهنامه من همواره باور دارم اینو باید بخوانیم تا بدانیم که چه میگوید، این رمز داستان کجاست. داستان زال و داستان رودابه هم از آن داستان هاست که همواره باید ببینیم رمز رازی در این هست. شاهنامه در هنگامی که پدید آمد زبان فارسی از میان میرفت، تازیان با فرهنگ دیگرگانه و دیگرگونهی بر ما یورش آورده بودن و پرنده بودن به زور فرهنگو و ایشون باید با یه روش نرمی هر آنچه را که با فرهنگ ما سازگار بود می نمود و آشکار میکرد و هر آنچه که با اون فرهنگ ناسازگار بود و روی نبرد و جنگ داشت و آشتی جو نبود با نرمی به ما نشون میداد و میاموخت. این کار شگرفی بود، این کاری بود که از شاهنامه بر اومد که من اندک اندک به گونه‌ای که روند داستان به هم نخوره، دنبالی داستان به هم نخوره، اینو من براتون میگویم. بله، داستان رو آغاز میکنیم با به دنیا آمدن زال. سام فرزند نریمانه و اینها از خاندان گشتاس بود. این گشتاس بگه در زمان زفتاش بوده؟ نه، گشتاس بود، اینا پیشینشون در گشتاس نامه نشون داده شده در شاهنامه، چون نیام بده میرسد به جمشید کیانی که در یک برنامه گفتم من یادآور شدم که انگامی که زحاک بر ایران چیره میشود و زحاکیان مانند امروز بر کشور ما حکم میدانن، این فراری میشود از میهنش و این سر راه در سیستان که میرو بلوچستان میره و دختر پارچار اونجا زن و شوهر میشوند و فرزندان آنها دنبال دار میرسند به اینها. پس هم فرزندی نداره این سمت فرزند نریمانه، ولی در شبستانش ماهروی هست که چشم به راه فرزندی از اون بار داره. یادمون باشه که شبستان استان شب، جایی که ما زندگی می کنیم در لرستان و غرب ایران، شبستان و شبسو گفته می شود و این یعنی جایگاه زندگی. در جایی شنیدم که اینو با حرم سرا آمیختن، یه همچی چیزی نیست، این چیز نادرست است. میگه کنون پرشگفتی یکی داستان به پیوندم از گفته باستان، نگه کن که مرسام را روزگار چه بازی نمودهی پسر گوش دار. این از همون درس هاست، نگاه کن که چه بازی روزگار بر سر سام در میاره. یادمون باشه که روزگار خودش کاری نمی کنه، روزگار زمان گذراست، تاریخ هست، بلکه این انسان است که خود بلا خودش سرش میاره که در دنبالی داستان من به این اشاره خواهم کرد. نبودی چه فرزند مرسام را، دلش بود جویا دلارام را، نگاری بودن در شبستان او ز گلبرگ رخ داشت و ز مشک موی، از آن ماهش امید فرزند بود که خورشید چهره برومند بود، ز سام نریمان همو باد داشت ز بار گران تنش آزار داشت. بله، این زیبا روی باردار است و در همون روز روزگاری که
شوهر و این همسر و این سام نریمان پهلوان ایرانی که خود پادشاه سیستان است و نیروز هست چشم براه و فرزند است، فرزندی به دنیا می آورد، فرزندی بسیار زیبا روی، سرخ روی و درشت اندام و ماه پیکر، منتها این فرزند موهایش سپیده است. امروز می دونیم که این موهای سپید به انگیزه نبوده دانه ها و پیمان های رنگی است. در اون روزگار مردم از این آگاهی نداشتند، چون شاهنامه تنها تاریخ نیست، تنها اسطوره یا افسانه نیست، این تاریخ جامعه شناسی هست، روزگار نگاری ما هست. بروی زمادت جدا شد، در آن چند روز نگاری چو خورشید گیتی فروز، به چهره نکو بود بر سان شید، ولیکن همه موی بودش سپید. اینجا فردوسی بسیار استادانه نگاه میکنه و به ما میآموزه که ما باید پیرو اندیشه نیک باشیم، چون همچنان که همواره من گفتم، من باور دارم که گل سرسبد فرهنگ ایرانی از میان گلهای این با فرهنگ پربار آیین زرتشت است و میوه اون گل شاهنامه است و این در این شاهنامه به ما اندیشه های نیک رو میآموزه و انسانی که انسان به اندیشه نیک نپردازه که در همین جا یادآور میشه در گوشه‌ای، ما از منش نیک، منش یعنی منیدن، میمنم، میمنی، میمند، میمنی، میمنید، میمند، یعنی اندیشیدن، از منش نیک، گفتار نیک و کردار نیک دور میفته و کاری میزنه که کاری میکنه که پشیمان میشود. برای همین است که در فرهنگ ما میگویند پیش اندیشه وانگهی گفتار. بله، در این هنگام و این روز روزگاری که اون بچه دار میشه، این موی سفید بچه رو که میبینید بچه دیگرگون با بچه های دیگه است. این میترسه که مردم چه میگویند، یعنی نمی اندیشه که این فرزندی که به خدا داده به گفتی ما و پروردگار فرزندی به او داده، زندگی به اون لبخند زده و دنبالی زندگیش با این فرزند بارور میشه، از این دور میفته و به سخن یاوه گوش فرا میده و میترسه که دیگران بگویند. این داستان میخواهد به ما بگوید که سخن نیک را اگر یک تن بگوید و همه رو بیستن، این را باید شنید. آنچه که درست است باید پیروی کرد، اگر نه خیلی مردم رو یک سیلی از مردم به راه بیفتن من نادرست بگویند، همچنان که دیدیم راه میفتیم و ما هم با اونا راه میفتیم و امروز در غربت میفتیم و در پناهندگی. این هستش که باید سخن خوب را دنبال کرد در داستان رستم و سهراب و دیگر داستان هم در آینده به یاری خداوند این رو یادآور میشویم. بله، به هر روی هنگامی که این پسر به این گونه زاده میشه، اون دلگیر میشه و هیچ کمش نمیتونه بگه، میترسن به این بگن، چون اونها هم پیرو به سخنان مردم هستند. در میان این مردمانی که چابلوس نبودن و در میان اون کنارا پیرامونیان بودن، یک دایه دلی بود، یکی دایه بودش به کردار شیر، بر پهلوان اندر آمد دلیر، مرو را به فرزند بر مجد داد، زمان برگشاد آفرین کرد یار، که بر سام یل روز فرخنده باد، دل بس سگالان او کنده باد، به دادان چه زیزت همی خواستی، همه جان به دان خواهش آراستی. این گونه سخن را آغاز میکنه و چون ما بیلترانک میدیم، ایرانیان هیچگاه بود پرست نبودن، همواره پروردگار یزدان پرست بودن و این هم به اون اشاره میکنه که ایزد یعنی ستوده شده، یعنی آنچه که ستوده نیست و همون خدای را میگوید، این ایزد ستوده، این پروردگار به تو داده است این فرزندی را که تو میخواستی. و این بچه یکی پهلوان بچه شیردل نباید بدین کودکی چیردل، این فرزند بسیار قوی جسته است، تنش نقره پاک و رخ چون بهشت، برو بر نبینی یکی اندام زشت. بله، این داستان نشون میده که چگونه باش برخورد میکنه. تا اینجا اینک میخواد بگی که این بچه مویش سفید است. ز آهو، آهو یعنی کمبود، کاستی، نقص. ز آهو همان کش سپید است، مو کش یعنی کش، از آهو کمبود، همین که سپید موهاش سپیده. و چون این بود بخش تو این نامجوی، این
بهر تو این بوده. ما در شانه آنچه که من دیافتم مردم باور داشتن به آن سرنوشت به اندازه در جا و جای شاهنامه اینو میبینیم و این باور مردم در شاهنامه آمده است، چون گفتم که این کار جامعه شناسانه است و میگوید برای این آمده تو باید اینو بپذیری و این خواست خداوند بوده است و تو باید شادمان باشی که کودکی داریم.